بیشترین رابطه ما با خدا از دو طریق صورت میگیره راه اول یا طریق اول دعاست و طریق دوم مطالعه کتاب مقدس داشتن دعا و مطالعه کلام خدا لازم و ملزوم هم هستند خیلی از ما مسیحیان احتیاج داریم که روش های درست دعا کردن و همینطور شیوه صحیح مطالعه کتاب مقدس رو یه نگاه جدیدی بکنیم و دقیق تر بدونیم که با عنوان یک مسیحی چطور میتونیم بهتر دعا کنیم صحیحتر دعا کنیم و در ارتباطمون با خدا کلام خدا رو بهتر بخونیم و یاد بگیریم بنابراین این سلسله درسها رو آماده کردیم و از دعا شروع میکنیم راجع به ابعاد مختلف دعا صحبت میکنیم و بعد سراغ طرز یا شیوه صحیح مطالعه کتاب مقدس خواهیم رفت فرهاد سبوکرو هستم و خوشحال هستم که در این سری جدید از برنامه های رشد ایمان مسیحی در خدمت شما باشم دوستان عزیز سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید در سلامتی و خوشی و آرامش باشید دائما اینه که این جلسه امروز ما و این وقت مشارکتمون باز هم فرصتی باشه که با هم کلام خدا رو تفتیش بکنیم و به موضوعات جدیدتر و آموزش های جدیدتر بتونیم نائل بشیم و یاد بگیریم که هر روز چطور در ایمانمون بیشتر ترقی کنیم و رشد بکنیم خدا رو شکر برای وجود شما و خیلی متشکر هستم که این وقت رو وقت استراحتتون رو با ما تقسیم می کنید تا ما مهمون خونه های شما باشیم امروز درس دیگری داریم بازم در مسیر دعا هستیم هنوز ارزش و اهمیت دعا امروز دهمین ده جلسه است که در خصوص دعا با شما صحبت میکنیم ما تا به امروز به چارچوب دعای مسیحی که برگرفته شده بود از دعای ربانی با شما صحبت کردیم دعایی که خود مسیح به شاگردانش آموزاند و فرمود به این طور دعا کنید اما واقعا چرا دعا موضوع مهمیه بسیاری میپرسن چه لزومی داره که ما دعا کنیم مگر خدا نمیدونه احتیاجات ما چی هستن مگر خدا بدونی که ما چیزی به او بگیم قادر نیست احتیاجات ما رو برآورده بکنه وقتی خدا از تمام نیازهای ما با خبره چرا دیگه ما باید وقت بذاریم دعا کنیم و خودمون رو درگیر این موضوع بکنیم ابتدا ببینیم دعا چیه این موضوع مهمیه همطور که در درسهای قبل و در صحبتهایی که قبل از این با هم دیگه داشتیم به این نکته اشاره کردم که دعا کردن نوعی گفتگو با خداست یک گفتگوی دو جانبه گفتگویی که دو طرف در این دعا یا در این در واقع گفتگو قرار دارند یکی من ما انسان ها و طرف دوم خود خداوند و ما با خدا صحبت می کنیم و دعا در واقع صحبت کردن با خداست اووردن تشکرات و قدردانی ها و ستایش های ما به حضور خداست درخواست هایی که در زندگی نیاز داریم و احتیاج داریم که خدا به اون درخواست ها در واقع نظر بکنه و نیازهای ما رو تعمین بکنه و کلا ارتباط یک برقرار روحی رابطه روحی و قلبی با خداوند هست. دعا ای از تمام اینهاست و حالا که ما با خدا در از طریق دعا مصاحبت داریم، گفتگو داریم ببینید چه مصاحبت شیرین و پرجلالیه که ما با خدای خالق، با خدایی که تمام هستی رو آفرید در ارتباط هستیم. و طبیعیه که این رابطه، رابطه بسیار ارزشمند و مهمیه. چون گفتگو با خدا در واقع گفتگو با مهمترین و با ارزشترین و بالا رتبه ترین فردی است که در دنیا وجود داره. در دنیا شخصیتی و مقامی بالاتر از خدا وجود نداره. پس در واقع وقتی ما دعا میکنیم یعنی با بزرگترین فردی که در دنیا وجود داره و قادر کل جهان هست در حال گفتگو هستیم این چه افتخاری برا ماست که با خدا گفتگو می و این فرصت و این اجازه به ما داده شده که با خدا صحبت بکنیم نکته دوم اینه که گفتگو با خدا به ما امید و دلگرمی میده وقتی در دعا به حضور خدا میاییم خدا وقتی روحیات ما رو میبینه احتیاجات ما رو میبینه ما رو دلگرمی و امید میبخشه نکته سوم دلیل اینکه چرا ما با خدا گفتگو میکنیم یا دعا میکنیم اینه که وقتی دعا میکنیم ما میدونیم که دعاهای ما به هوا نمیره خدا نسبت به خواسته های ما صحبت های ما در دعا بی تفاوت نیست او با دقت گوش میکنه مسئلت های قلبی ما رو به اونها توجه میکنه پس گفتگوی ما با خدا یک گفتگوی ارزشمندیه گفتگویی که خدا نسبت به اون تأمل میکنه و نکته چهارم چرا دعا میکنیم و چرا دعا مهمه؟ چون در دعا قدرت تغییر هست دعای ما قدرت داره خیلی چیزها رو عوض بکنه و بعد از دعای ماست که خدا دست به تغییرات مختلفی میزنه بر اساس اون چی که از او خواستیم و دعاهای ما رو به لطف و رحمت و خودش اجابت میکنه نکته پنجم اینه که خدا برای مطالبی که به او عرض میکنیم ارزش قائله خدایی که خالق تمام آسمان ها و زمینه برای دعای ما و برای گفتگویی که با او میکنیم ارزش قائله و به دعاهای ما توجه میکنه عزیزان هیچ کاری مهمتر از گفتگو با خدا نیست و این نکته شیشمه چه چیزی مهمتر از اینه که ما در حضور شاه شاهان خدای خدایان رب الارباب خدای خالق هستی بیسیم و با او گفتگو کنیم چه مصاحبتی از این مهمتر و وقتی ما در حضور چنین کسی ایستادیم و با او گفتگو میکنیم یقینا این خالی از لطف و برکت و خدا نمیتونه برای ما باشه صرف نظر از دلایلی که خدمتتون ارز کردم که هر کدوم از اینها به نوبه خودشون با ارزش و مهم هستن به چند دلیل خاص دیگر میخوام اشاره بکنم نخستین دلیل و شاید بهترین دلیل اینه که خود خدا فرمان داده و از ما خواسته که با او در ارتباط باشیم دعا کنیم و روی او را رو بطلبیم بسیاری از نویسندگان کتاب مقدس با الهام از روح خدا به ما تعلیم دادند که باید دعا کنیم و اونها این الهام رو و این پیغام رو از خدا از آسمان گرفتن در مزمور 105 آیه 4 نویسنده مزمور چنین میگه خدا و قوت او را بطلبید پیوسته جویای روی او باشید در واقع نویسنده این مزمور به ما دستور میده و در واقع ما رو راهنمایی میکنه یا تشویق میکنه که خداوند و قوت او رو بطلبید پیوسته دائما هر روز جویای روی او باشید و همینطور اشعیای نبی در باب 55 آیه 6 میگه خداوند رو حینی که یافت میشود بجوید و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید شاید بعضیا بپرسن اینجا من اینجا اشعیا چی داره میگه خداوند رو هینی که یافت میشود بجویید بطلبید مگر ممکنه زمانی هم برسه که خدا پیدا نشه شما چی فکر میکنید خدا که همیشه هست درسته روزهای عمر خدا که تمام نمیشه او تا ابد او باقی هست و هرگز از بین نخواهد رفت اما ما انسان ها به خاطر فانی بودن حیاتمون یک روزی رو از دست خواهیم داد و وفات خواهیم کرد پس در واقع اون فرصت ها فرصت های بودن با خدا رو از دست خواهیم داد و وقتی اینجا میگه که خداوند رو هینی که یافت میشود به جوید یعنی تا زمانی که فرصت دارید زمانی که تا زمانی که زنده هستید و میتونید به خدا وقت بدید با خدا مشارکت داشته باشید آموس نبی در باب پنج آیه چار و شیش میگه که زیرا خداوند به خاندان اسرائیل چنین میگوید مرا بجوید و زنده بمانید اینو دیگه خود خداوند مستقیما داره میگه مرا بجوید به حضور من بیایید و زنده بمانید در واقع خدا داره ما رو را راهنمایی میکنه ای قوم من ای مردم اگر میخواهید زنده بمانید اگر میخواید حیات پربرکت داشته باشید اگر میخواید زندگی شما یک زندگی مبارکی باشه مرا بجویید من هستم من در خدمت شما هستم من در کنار شما هستم دعا اهمیت داره ارزش داره چون خود خدا هم میخواد ما با او صحبت بکنیم خود خدا ما رو خوانده خود خدا ما رو دعوت کرده و این چه دعوت و مبارکیه که خدا میخواد ما روی او رو بطلبیم. و آموس میگه مرا بجوید و زنده بمانید خداوند را بجوید و زنده بمانید مبادا وقتی همچون آتش بر خاندان یوسف شعله برکشد و آن را بسوزاند و کسی در بیت ایل نباشد تا آن را خاموش کند دعای ما میتونه آتش خدا رو خاموش بکنه دعای ما میتونه خشم خدا رو فروکش بکنه وقتی روزگار موسی رو میخونیم و میبینیم که قوم بنی اسرائیل به خاطر اینکه بارها و بارها تندروی کردند از, از طریقهای خدا خارج شدند و سرکشی کردند خشم خدا بر اونها افروخته می شد و خدا به موسی می گفت تو و خانوادت کنار بیا از میان قوم بیرون بیا من میخوام اینا رو بزنم بکشم موسی میگفت گفت نه خداوندا خواهش می کنم خداوند اینا فرزندان تو هستن خداوند تو اینا رو بیرون آوردی تو اینا رو دوست داری تو گفتی اینها قوم من هستن قوم تو از بین نبر قوم تو حفظ کن قوم تو برکت بده و موسا شفاعت میکرد و خشم خدا فروکش میکرد و خدا میگفت به خاطر دعای تو موسا عزیزان اگر دعای موسا میتونست خشم خدا رو فروکش بکنه دعای ما هم میتونه این, این کار رو انجام بده دعای ما هم میتونه خشم خدا رو در خیلی جاها فروکش بیاره و در واقع خداوند رحم کنه پولس رسول به مسیحیان کلیسای افسوس در باب 6 میگه در همه وقت و با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید دعای پولس خیلی دعای قشنگیه یا در واقع اینجا تعلیم پولس در همه وقت در همه وقت صبح شب هر موقع که چشاتو باز کردی هر موقع فکر حواست سر جاش بود یاد بیار در همه وقت دعا کنید با همه نوع دعا و تمنا با هر چی که بلدی در حضور خدا دعا کن در روح دعا کنیم با قوت دعا کنیم بیدار و هوشیار باشیم و قفلت نکنیم از دعا کردن و بعد میگه پیوسته با پایداری خص خاطر نشید برای همه مقدسین دعا کنید عزیزان این وظیفه ماست خدا از ما خواسته و این وظیفه رو به عهده ما گذاشته در لوقا باب 18 آیه یک خدا خداوندمون عیسی مسیح گفت که برای شاگردان مثلی آورد که میباید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزید مثال عیسی مسیح و داستانی که آورد لپ مطلب و کلیاتش این بود که باید همیشه دعا کنید و کاهلی یعنی سستی نکنید یا در واقع خست خاطر نشید و خیلی وقتا ما سستی میکنیم و این چیزی که در واقع شاید خصیصه ما آدم هاست خاطر میشیم بعض وقتا میگیم خب چقدر دعا کنم ولی کلام خدا میگه هرگز دل سرد نشوید میباید همیشه دعا کرد و دل سرد نشد و همینطور میبینیم خود خداوندمون عیسی مسیح در انجیل متا به شاگردان یاد میده بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید روح مشتاق است اما جسم ناتوان عیسی مسیح در آزمایش بود روزهای آخر عمرش بود با شاگردان دعا میکرد ولی شاگردان از خستگی یا شاید از استراب خوابشون برده بود و عیسی میاد اونا رو بیدار میکنه و به اونا میگه بیدار باشید دعا کنید تا در مرز آزمایش نیفتید وقتی ما به خواب غفلت روحانی میریم و غافل میشیم و در واقع دل سرد میشیم و از دعا کردن دست میکشیم پیام خدا برای ما اینه که به خواب روحانی نرید بیدار بشید و دعا کنید چون روح مشتاق است اما جسم ناتوان روح ما دوست داره با خدا ارتباطش رو حفظ کنه هرچند که این جسم ما خسته میشه تنبلی میکنه ولی عیسی مسیح فرمود که بیدار باشید و دعا کنید و در هر وقت این رو انجام بدیم پس از مجموع این آیات متوجه میشیم که خدا مشتاق مشارکت ما با اوست خدا این رو دوست داره و دعا کردن بیشتر از, بیشتر از اون که امری دلپذیر خدا باشه نیاز معنوی ما هم هست. و در دعا ما با او میتونیم از این برکت برخوردار بشیم و روح تشنه و گرسنه خودمون رو سیراب کنیم. نکته دوم این است که دعا برای رح... یافتن برکت و قوت خدا و تحقق وعده‌هاش از عوامل اساسیه. بدون دعا ما نمیتونیم برکت خدا رو بیابیم بدون دعا قوت خدا از آسمان بر ما جاری نمیشه و بدون دعا کردن نمیتونیم صاحب وعده های خدا بشیم عبارات مختلفی در کتاب مقدس وجود داره که این حقیقت رو به ما اثبات میکنه در این مثال عیسی مسیح به شاگردان خودش این وعده رو داد که با اصرار و در واقع جستجو در دعا و کوبیدن درهای خانه خدا درهای در واقع آسمانی خانه خدا میتونیم درهای بسته رو باز کنیم با اصرار و جستجو و پایداری دعا برای, برای یافتن برکت اصرار برای یافتن برکت و قوت خدا که بر ما و زندگی ما جاری بشه این جزء عوامل اساسی و مهم دعا کردنه در انجیل لوقا باب 11 یک داستان کمی بلندی هست و این داستان درباره شخصی است که نیمه شب دوستی برای او میاد و برای پذیرایی از دوستش نون کم میاره پس میره تا از خونه از دوستش یا از خانه همسایهش نون قرض بگیره و در رو میزنه ولی صاحب خونه میگه بابا در نزن الان نیمه شب خانوادم خوابن من نمیتونم به تو چیزی بدم ولی این فرد انقدر اصرار میکنه و انقدر در میزنه که در واقع همسایه و دوستش بر اثر اصرار او در و باز میکنه و خاصه او رو به او میده و عیسی مسیح از این داستان میخواد یک نتیجه گیری بکنه و اون هم اینه که اگر شما که انسان هستید با اصرار کردن و پیوسته طلبیدن و تلاش کردن در نهایت میتونید به ها خاصه های انسانی و جسمانی خودتون برسید با اصرار کردن در حضور خدا چقدر بیشتر میتونید به خواسته های روحانی خودتون برسید کلام خدا میخواد به ما یاد بده که در دعا کردن و استمرار دعا خسته خاطر نشید برای یافتن برکت برای یافتن قوت خدا برای اینکه وعده های کلام خدا تو زندگیتون تحقق پیدا کنه باید به طور مستمر دعا کنید گاهی اوقات ما برای بعضی چیزها یه بار دعا میکنیم خدا جواب میده خدا رو شکر بعضی چیزها هستن که باید بیشتر بر اونها تلاش کرد باید بیشتر بر اونها طلبید چون برای به دست آوردن اونها باید بهای بیشتری پرداخت کرد نمونه دیگه زمانی است که شاگردان بعد از صعود مسیح برای پر شدن از روح القدس به بالاخانه رفتن و شروع به دعا کردن برای یافتن برکت برای تحقق وعده خدا که به اونها گفت از اورشلیم خارج نشید همینجا بمونید تا از وعده خدا لبریز بشید اونها میبایست میموندند تا وعده خدا تحقق پیدا میکرد و کتاب اعمال میگه که همگی ایشان به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او یک دل تمام وقت خود را وقف دعا کردن بعضی وقتها لازمه ما مدت طولانی به دعا ادامه بدیم شاید روزها و ماها و با یک دلی چون کلام خدا اینو از ما خواسته برای تحقق وعده های من باید وقت بیشتری بذارید بعضی چیزها به این راحتی به دست نمیان میدونید مثل چیه؟ گاهی اوقات مثلا ما سردرد میگیریم با خوردن یه قرص مسکن سردردمون خوب میشه ولی بعضی وقتها چهار بیماری هایی میشیم که طول درمانمون طول میکشه گاهی اوقات روزها و ماها و ما باید به طور منظم و مرتب اون داروها رو مصرف بکنیم سر ساعت و به وقت که این دارو تأثیر بذاره و گاهی اوقات طول درمانش شاد ماها طول بکشه در عالم روحانی هم همینطوره بعضی درخواستای ما خدا میتونه اونها رو آنن جواب بده یا در ظرف مدت کوتاهی ولی بعضی چیزها انگار که مبارزه است و خیلی سخته و برای دریافت اونها باید وقت بیشتری به دعا بدیم میبینیم که بعد از دستگیری رسولان و آزادی اونها توسط رؤسای قوم کلام خدا میگه همه اونها با یکدیگر جمع شدن و صمیمانه از روح القدس خواستن تا به اونها قوت بده شهامت بده که کلام خدا رو با اقتدار بیان کنند میگه که بعد از اینکه با هم دیگه شروع کردن به دعا کردن دعای اونها اونقدر قدرتمند بود که حتی خانه‌ای که در اون نشسته بودن و دعا میکردن شروع کرد به لرزیدن دعای ما قوت داره دعای ما قدرت داره و خدا میخواد به وسیله این دعاهای قدرتمند برکت خودش رو به ما بده در واقع خدا مخصوصا میخواد ما به جایی برسیم که در دعا با استقامت بیستیم دعای ما میتونه خیلی چیزها رو عوض بکنه و خدا رو شد که خدا این افتخار رو به ما داده که ما بتونیم در بسیاری از امور و روحانی همکاران او باشیم و مخصوصا خدا این شرایط رو ایجاد میکنه تا مردان و زنان در مسیح بیستند و با دعا و با استقامت اون, اون برکتی رو که خدا براشون مقرر کرده بتونن دریافت بکنن همینطور نکته سوم اینه که خدا در برنامه نجات انسان اینطور مقرر داشته که ایمانداران با او در فرایند رهایی همکاری داشته باشند عزیزان این چه افتخار بزرگیه میدونید رهایی و نجات یک فرایندیه که باید این فرایند طی بشه و شاید این برای ما تازگی داشته باشه که بگیم یعنی چی اجازه بدید این موضوع بیشتر برای شما توضیح بدم در بعضی موارد خدا خودش رو به دعای مقدسینی که به طور مداوم با ایمان دعا میکنند محدود میکنه خدا مخصوصا خودش رو محدود میکنه یعنی که در بسیاری از موارد بدون دعای شفاعتی ما خدا جواب نخواهد داد دعای شفاعتی ابراهیم رو به یاد بیاریم در عهد عتیق وقتی که برای نجات صدوم و غموره در حضور خدا دعا میکرد خدا گفت من اومدم تا شهر صدوم و غموره رو مورد مجازات قرار بدم مورد داوری قرار بدم گناهان و اونها سر به فلک کشیده ولی میبینیم که ابراهیم میسته در حضور خدا و شروع میکنه به دعا کردن و میگه خداوند اگر در اونجا مثلا پنجاه نفر آدم مؤمن باشن آیا اونجا رو خراب هلاک میکنی؟ خدا میگه نه به خاطر پنجاه نفر من اونجا رو هلاک نمی کنم. بعد میگه خداوند ببخشید اگر در اونجا چل نفر باشن چی؟ خدا میگه به خاطر چل نفرم اون شهر رو نابود نمیکنم کنم ببخشید عذر میخوام اگه سی نفر باشن چی؟ خداوند اگه 20 نفر باشن چی؟ خداوند خیلی ببخشید گستاخی دارم میکنم اگه ده نفر باشن چی؟ و خدا میبینه که ابراهیم چطور برای نجات اون قوم شفاعت میکنه اون قوم انسانهای گناهکاری بودن انقدر گناهانشون سر به فلک کشیده بود که خدا تصمیم میگیره بیاد اون شهر رو تنبیه بکنه ولی شفاعت ابراهیم دل خدا رو لمس کرد شفاعت ابراهیم باعث شد که خدا کوتاه بیاد و یک فرصت دیگه برای نجات اون شهر را بده هرچند که متاسفانه در اون شهر حتی ده نفر آدم مؤمن نبود و در نهایت خدا اونجا رو نابود کرد ولی میخوام بگم که شفاعت ما میتونه باعث بشه که حتی خدا در طریقهای خودش و در تصمیماتی که داره تجه نظر بکنه و دعای ما میتونه خیلی چیزها رو عوض بکنه بنابراین عزیزان خدا از ما میخواد که در فرایند رهایی او را کمک بکنیم یا در واقع دعاهای ما تأثیر گذار باشن موسا را میبینیم همینطور وقتی به کتاب خروج باب سیاسه نگاه میکنیم میگه موسا با خدا روبرو صحبت میکرد همونطور که یک نفر با خدا صحبت میکنه و میبینیم که در اونجا قوم بنی اسرائیل بارها و بارها خطا میکنند ولی موسا میسته و به خدا میگه خداوندا خواهش میکنم به خاطر من این قوم رو نابود نکن و موسا برای قوم شفاعت میکنه و از طریق دعای موسا یه اتفاقی میافته و اون اینه که این قوم باقی میمونن عیسی مسیح همینطور به ما یاد داد که از طریق دعای ما یه اتفاقاتی میتونه بیفته در انجیل متی باب 9 آیه 37 عیسی مسیح گفت که دعا کنید از صاحب حساد استدعا نمایید یعنی از خداوند بخواهید تا عمله ها یا عمله در حساد خود بفرستد ایسا میخواد ما این دعا رو بکنیم از خدا بخواهیم عمله بفرسته همکاران بفرسته کسانی که بتونن در خدمت ملکوت نقش مؤثری داشته باشن پس در واقع این دعای ما میتونه تأثیر گذار باشه خدا دوست داره که مقدسین ایمانداران با درک مسئولیت خودشون در دعا کردن بیدار بشن ما مسئولیتی داریم و خدا میخواد مسئولیت خودمون رو بشناسیم و مسئولیت خودمون رو به درستی انجام بدیم مسئولیت ما عزیزان اینه که در فرایند رهایی و نجات انسانها ما میتونیم با خدا همکاری داشته باشیم از طریق دعاها و شفاعتهای ما همینطور در کتاب یعقوب که یکی دیگر از نویسندگان عهد جدید هست از ایمانداران و کلیسا میخواد که برای همدیگه دعا کنن تا به وسیله دعای مؤمنین شفا و سلامتی خدا جاری بشه و بعد میگه که اگر کسی بیمار باشه نزد مشایخ بیاد تا برای او دعا کنند و او را رو با روغن مقدس تطهین کنند و برای او در حضور خدا شفا بطلبند دعایی که از روی ایمان باشه یعقوب میگه که بیمار رو نجات میده و حتی باعث میشه که اون افراد, اون افراد اگر گناهی کردن خطایی کردن بخشیده بشن و در آیه 16 میگه نزه یک دیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یک دیگر دعا کنید چون دعای سمیمانه تأثیر گذاره دعای سمیمانه شخص عادل میتونه بسیار تأثیر گذار باشه پس عزیزان دعای ما در فرایند شفای افراد در فرایند نجات و تغییر و تحولات و روحانی میتونه چقدر مؤثر باشه و اگر ما دعا نکنیم در این قسمت نه فقط با خدا همکاریمون رو از دست میدیم بلکه در واقع دعای ما نوعی سهلنگاری در حق دیگران خواهد بود صموئیل نبی در عهد عتیق اینطور میگه میگه و اما من محال است از دعا کردن برای شما دست بکشم و چنین گناهی نسبت به خدا مرتکب شوم من هر چرا که راست و نیکوست به شما تعلیم میدهم سموئیل نبی میگه که اگه من دعا نکنم این یک گناهه و میگه هاشا از من که مرتکب گناه بشم و ترک دعا بکنم او میدونست که از طریق دعا با خدا وارد یک خدمت و یک همکاری شده و این خدمت چه خدمت مبارکی است عزیزان دعا کردن موضوع بسیار مهم و ارزشمندیه و نسبت به جا آوردن این خدمت مقدس که خدا ما رو خونده که با او همکار باشیم کوتاهی نکنیم خدا رو شکر برای اینکه از طریق دعا میتونیم با خدا صحبت کنیم با خدا درد و دل کنیم راز و نیاز کنیم خدا شکر برای خدایی که دعای ما رو گوش میکنه و دعای ما رو در بسیاری از مواقع بر حسب رحمت خودش اجابت میکنه پس ارزش دعا کردن و قدر دعا کردن رو بدونیم و وقتهای خاصی رو به طور خاص به دعا در طول روز در حضور خدا داشته باشیم خدا شما رو برکت بده دعاهای شما رو بشنوه و بر مراد دل شما و آرزوی شما سبقت بگیره و آرزوی دل شما رو به شما بده فیض خداوندمون با شما باشه هفته آینده بازم در خدمت شما خواهیم بود بدرود